با سلام و درود خدمت هممیهنانم، زنان و مردان ایران زمین، کارگران و مزدبگیران، پسران و دختران جوان، دانشجو، فارغ التحصیلان بیکار و همه انسانهای شریفی که در میهن ما تلاش میکنند تا زندگی خودشون رو شرافتمندانه اداره بکنند و از سوی دیگر با تلاشی که میکنند خب طبیعی است که چرخ مملکت رو به پیش میبرند در هر کجای میهن عزیزمان ایران که دارن زندگی و کار میکنن. هفته های طوفانی رو داریم پشت سر میگذاریم که متاسفانه اخبار و اطلاعاتی که از درون جامعه ایران میاد توسط نهادهای بین المللی گلوبالیست، جهانگرایان مزدور آدمخور و افراد و نیروهای نفوذی حکومت که در این نهادهای بین المللی حضور پیدا کردند و اونجا دستور و دیکته‌ای که از بیت رهبری و دفاتر فرماندهان سپاه و هیئت مؤتلفه میاد رو به گوش این تصمیم گیرندگان نهادهای بزرگ جهانی میرسونن و ذهن اونها رو هم نسبت به مسائل داخلی ایران مشوش میکنن. موضوع حالا دقیق تر من بیام پایین از این کلیگویی چه هست؟ ببینید ما مداوم الان روزانه بالای بیش از 20 خبر اعتراض، اعتصاب، تجمع، درگیری و حتی حادثه ضمن کار که کارگران بیگناه کشته میشن، دست و پاشون قطع میشه، سرویسشون توی فلان جاده چپ میکنه میفته و هیچ آمبولانسی نیست که بره اون زخمی هاشون رو جمع کنه بیاره، دارن کشته میشن. آمار بالای 18,000 کشته در محیط کار ما داریم که اینو سانسور میکنن، میگن آقا 1800 تاست. همچنین این همه اعتراضی که در ایران داره بالا میگیره، مثل اون کارگر شجاع شهر شاهی، شهر کارگر نشین مازندران که از قدیم اسوه های کارگریش سندیکالیست های معدن شاهی، زیراب و شیرگاه رو به زندان ها بردن و در درون زندان وقتی اون کارگران سندیکالیست اعتراض کرده بودن به رگبار گلوله بستن و اون پنج عزیز رو، پنج کارگر سندیکالیست رو در زندان شاهی کشتن. چرا؟ چون دادخواهی کرده بودن، مثل همین کارگر شجاع شاهی که الان جلوی چشم ما هست. من متاسفم که گویا قسمت فنی و اتاق فرمان تلویزیون اندیشه امروز مشکل دارن، ولی من فیلم های فوق‌العاده‌ای رو برای همیهنانم آماده کرده بودم روی سایت خبرگر، مثل همیشه که نشون میدیم نشونتون بدم. ببینید شجاعت این کارگری که آگاه شده و به نظر من ایشون یک کارگر سندیکالیست قدیمی است که هنوز که هنوزه با بیشتر از 74 سال سن داره کارگری میکنه و هنوز اون حق بیمش که 30 سال رو باید پر بکنه تا بتونه بازنشسته بشه و از مزایای بازنشستگی به طور کامل استفاده بکنه پر نشده. داروهاشو آورده میده تحویل وزیر کار. یا آقای وزیر، تو وزیر منی؟ من الان دکتر اومدم تو این جلسه تو، منم راه نمیدادم، دیدن دارم داد و بیداد میکنم، صدام میاد این تو، مجبور شدن من راه بدن بیام تو این جلسه که وزیر کار شخص آقای ربیعی، افسر اطلاعات و بازجویی، قاتل جوانان اردبیل و گیلان در سال 1359، 60، 61 تا 63 و بعد در هر جایی که ایشون بوده اند به عنوان یک مأمور اطلاعاتی مخفی وارد بخش کارگری شدن و تهمانده سندیکاهای کارگری و شوراهای مستقل کارگران بخش نفت و حمل و نقل و دخانیات و راه آهن رو زدند و داغون کردند و بیش از 520 کارگر سندیکالیست رو در دهه 60 اینها کشتند. و این شخص که مسئول این پرونده های کشتار کارگران بود، آقای ربیعی، حالا شدن وزیر کار. حالا باید جواب کی رو بده؟ این کارگر شجاع شهر شاهی رو. الان بهش میگن، نمیدونم چیه اسم اسلامی هم واسهش درست کردن، همه چی اینا الکی عوض کردن و محتواشو به گند کشیدن. هر چیزی یادم میاد و توی استودیو باید بگیم به مردم.
به هر حال این کارگر محکوم میکنه ایشون رو. میگه من رفتم دکتر، میگم این قرص، میگه این قرص توی به اصطلاح قرارداد ما با بیمه تامین اجتماعی با پولشو بدی. میگم این آمپول، میگه بعد پولشو. تخت بیمارستان، میگه با بیمه قرارداد نداری. پس چرا ما حق بیمه ازم کم شد؟ 30% حق بیمه کارگران به صندوق تامین اجتماعی میریزه. اون وقت از مزایای این پولی که کم شده نمیتونه بهره مند بشه. همچنین اگر ما بیام جلوتر میبینیم اونجا استاندار، شهردار شاهی، خود این وزیر کار ربیعی متقلب، اون اطلاعاتی گردن کلوب، اون پیرن آبی دزی 2 متر 20 سانت قدش، همه اینا بسیج میشن که بلندگو رو از دست این پیشکسوت سندیکایی و کارگری در بیارن و او رو یه جوری وادار کنن بره بشینه دیگه حرف نزنه، تا تبلیغ خودشونو بکنن بگن آقا دیدی ما آزادی بیانم داریم. یه کارگر اومد اینجا در جلوی وزیر ازش سوالم کرد، ولی وقتی حرفای کارگر اساسی شد گفت من با نزدیک 26 سال سابقه کار 4 سال عائله دارم، همش 1,400,000 تومان به من حقوق میدی، چجوری زندگی ما اداره کنم؟ شما فیش حقوقتون رو در بیار ببینیم چقدر آقای وزیر، آقای استاندار که منو میخواد بشونی، آقای اطلاعاتی که من هولی ها چه مربوطه؟ درگی شد باشون و نشست. و خوبیش این بود کارگرانی هم که اونجا بودن به فریاد در آمدن و گفتن عمو ادامه بده، عمو بگو دردهای ماست. من مجبورم الان به جای یه ویدیو اینو واسه شما تعریف کنم مثل یه داستان. حیف دیدنیست این فیلم، خیلی شجاع این پیرمرد دلاور سندیکالیست. به هر حال حدود 5 دقیقه ایشون صحنه رو تسخیر میکنه و تمام دردها، رنجها، نابسامانیها، ظلمهایی که در حق طبقه کارگر ایران، مزدبگیران ایران، اما از کارگر معدن، کارگر جنگلبانی، کارگر کارخانجات سنگین، راننده ها، چه میدونم خبرنگارها، پرستاران، پزشکانی که صاحب سرمایه نیستن و مثل کارگر در بیمارستان ها کار میکنن با مای 2-3 میلیون تومان 4-5 میلیون تومان بعضی هاشون، که امروز اونا هم به اعتصاب در اومده بودن. حالا اونم خواهم گفت براتون. این یه نمونه از مقاومتی است که طبقه کارگر ایران در مقابل وزارت کار جمهوری اسلامی ضد بشر از خودش نشون میده و سطح بالای مطالبات و سطح بالای شجاعت و سطح بالای تغییر و دگرگونی که این طبقه، یعنی طبقه کارگر در درون خودش داره رو داره نشون میده. حالا در کنار اونها بازنشستگان هستن، زنان سرپرست خانوار هستن، زنان خانه‌دار هستن، دختران و پسران دانشجو هستن که کار کردن، درس خوندن، الان لیسانس گرفتن، فوق لیسانس گرفتن، دکترا گرفتن. 3-4 میلیون فارغ التحصیل بیکار که اینا مرکز تفکر و مدیریت این شبکه‌های مبارز دیما به این طرف هستن که در شورای رهبری به اصطلاح انقلاب ملی ایران جایگاه ویژه‌ای دارن، کادرهای سازمانده این انقلاب ملی ایران در داخل کشور هستن و این وظیفه رو به ما دادن که ما سخنگوهاشون باشیم و مطالبی رو که به ما میگن ما اینجا بیان بود. پس 2 اتفاق مهم داره میفته. 1، پیوند بین طبقه کارگر محروم و ستم دیده با جوانان که بچه‌های خود این طبقه هستن، باباها و مادرهای همین بچه‌ها یا کارگرن یا کارمندن یا معلمن یا خبرنگارن یا پرستارن یا راننده هستن یا کاسب خردپان، این اکثریت بدنه جامعه که ما اسمشون رو گذاشتیم مزدبگیران ایران. خب این همگرایی در بین دو نسل به هم پیوندشون میزنه. چرا؟ چون دیگه صحبت عقیده و حزب و گروه و ایدئولوژی و بیدینی، بادینی، مسلمونی، کمونیستی، شیعی، سنی، لوری، ترکی، دیگه این حرفا رو ور نمیداره. از اون کولبران کردستان که دارن کشته میشن با گلوله این حکومتی های خائن که باید خامنه یه روزی موقع محاکمش میکنیم توی اتاقهای شیشه‌ای جواب بدهد براش، تا
تا کارگر معدن آبدره یورت که شلاق بهش میزنن، تا کارگران بخش اصلویه که پتروشیمی، نفت و گاز اونجاست که اونها هم در اعتصابن از اسکله 14 تا 24، کارگران پالایشگاه های پارس جنوبی، گاز کنگان، ماهشهر، رامهرمز، خرمشهر، خود پالایشگاه آبادان که بخش به اصطلاح سرویسش، راننده های سرویسش الان در اعتصابن. میایم این وتر کارگران بیکار شده پالایشگاه شازند عراق و بعد در کنار اون کارگران ماشین سازی تبریز، تراکتور سازی تبریز، شرکت کف که اونم بیکار کردن کارگران رو میخوان ببندن و صنایع ذوب آهنی که در کردستان هست که آمدن بارها به تهران اون کارخونه هم دارن میبندن و صنایع فلزی اردبیل این طرف آذربایجان و ایران ترانسفو در زنجان که چه اعتراضهای دامنه داری رو ادامه داره. خب این شمای عمومی و وضعیت مملکت هست، یعنی از جایی که کارگر رو به زندان انداختن، مثل کی؟ رضا شهابی، مثل کی؟ مهدی فرایی شاندیز، مثل کی؟ افشین اوسانلو که میکشنش توی زندان، شاهرخ زمانی که میکشن توی زندان، مثل این دلاور و عزیزانی که شما اینجا عکساشون رو میتونید ببینید، خیلی مظلومانه نگاه کنید، این نازنین من، این رفیق ما محمد جراحی سر میهنانه من، این کارگر رو 5-6 سال بی گناه توی زندان نگهش داشتن. مگه محمد چه کرده بود؟ محمد جراحی چه میخواست؟ اون که عضو سندیکای کارگران نقاش بود، همین، و برای خودش، زن و بچهش، همکاراش، همشهریاش یه خورده عدالت اجتماعی میخواست، یه لقمه نون سیر، یه حقوقی که بتونن اجاره خونهشون رو بدن، جلوی زن و بچهشون شرمنده نشن، زناشون طلاق نگیرن برن، گول یک ماشین بچه پولدار فلان فلان شده رو بخورن و به فحشا کشیده بشن. امثال این محمد جراحی ها، این کارگر با شعور سندیکالیست که بعد از زندان به دلیل بیماری سرطانی که در درون زندان به او داده بودند میمیره به فاصله 1 سال، کسانی هستند که تاوان جنایت های این حکومت رو عزیزاشون، دوستاشون، بچه هاشون و کسانی مثل ما پس خواهیم گرفت. ما رها نخواهیم کرد. محمد جراحی ها تا ابد برای ما زنده خواهند. اینها چراغ های راهنمای طبقه کارگر ایران هستند. همچنین محمد نظری دلاور، محمد نظری الان و همین که بله کنار بازوی من تصویرشو میبینید، 24 سال در زندان هست، یک کارگر ساده بوده، تو بخش راه و ساختمان کار میکرده. محمد چی کار کرده؟ بذار محمد هم بیارم جلوتر ببینیم میهنم. حالا که اونجا تصویر نداریم، من خودم این تصاویر رو نشون بدم. قهرمانان واقعی ایران اینان، رهبران واقعی ایران محمد نظری ها هستن. محمد نظری 24 سال تو زندان‌های جمهوری اسلامیه. چرا؟ اگه محمد نظری چه کار کرده؟ 19 سال 20 سالش بوده گفتن آقا تو هوادار حزب دموکرات کردستانه و الان می‌بینی ریشش، موهاش همه سفید شده. چرا؟ و همه اینا تو زندان شده. 24 سال شوخی نیست. همه هنانی که این برنامه رو می‌بینی، برین خودتون 1 ساعت تو دستشوی خونه‌تون زندانی کنید، در خود قفل کنید، چراغ هم خاموش کنید، ببینید تا چند ساعت تحمل میکنید. یه 24 ساعت میتونید تو توالت خونتون بمونید. او وقت حکومت همسال محمد نظری، این مرد زحمتکش، آدم شریف، تو زندان رجایشهر با هم بودیم، چقدر پاک بود، کمک میکرد، نظافت میکرد، هنگان هنگا که 20 خورده سال تو زندان بود و الان شد 24 سال محمد نظری، یه عده دنبال رهبر میگردن، دنبال رهبر میگردن. فکر کنم اینجا عکس آقای جعفر عظیم‌زاده رو بتونید ببینید. بله، ایشون هم جعفر عظیم‌زاده یه کارگر شجاع دیگه است، یه کارگری که به خاطر دفاع از حقوق کارگران در اتحادیه آزاد کارگران بارها زندانی شده، بارها شکنجه شده، بارها اعتصاب قضا کرده و حالا هم که از زندان به زور اعتصاب قضایی خودش
و حمایت‌های داخل کشور، حمایت‌های بین‌المللی، اتحادیه‌های کارگری تونست از زندان بیرون بیاد، باز هم داره تلاش میکنه. همین دیروز رفته با به اصطلاح یکی از رادیوهای کارگری مصاحبه کرده، عکس آتنای دائمی و گلرخ ایرای عزیز رو که بردنشون به زندان قرچک، بدترین زندان، این دختران عزیزی که اینها هم برای کارگرها تلاش میکردن، برای کودکای کار و خیابون تلاش میکردن، آتنای دائمی، گلرخ ایرایی، آرش صادقی و بقیه جوانایی که با اونا دستگیر شدن، مثل آقای موسیوند که صدای پدرش دیروز از رادیو آشنا شنیده شد و دوستان دیگر ما که مبارز هست، امثال جعفرها، محمدها، افشینها و شاروخ زمانیها، مهدی فراهی شاندیز که الان ایشون رو بردن به زندان بزرگ فشابویه تهران و مهدی فراهی شاندیز الان زیر بدترین شکنجه هاست، زیر بدترین آزار هاست. من حالا دلم میخواد که بیارم عکسای بقیه اینها رو هم بهتون اینجا نشون بدم، چون من امروز این دیوار مثلا استودیوی کوچک رو عوض کردم که دوستان و هممیهنان من این تلاشی که جوانهای ایران دارن میکنن، دیوار نویسی میکنن، شعار نویسی میکنن، از جان خودشون میگذرن. ببینید این عکسی که از ایران برای من فرستادن، عیاران معیشت روی دیوارهای داخل ایران رفتن دیوار نویسی کردن و به حکومت گفتن زندانی سیاسی آزاد باید گردد، عکسشو گرفتن برای ما فرستادن، عیاران رو روی دیوار نقش زدن. یا عکس اون طرفتر که کف دست‌های پاک هست در مقابل دست‌های ناپاک حکومتیان، دست‌های پاکی که به خون و ثروت هیچ کسی آلوده نشده، دست زحمتکشان ایرانه، دست دانشجویان ایرانه، دست زنان و دختران پیشاهنگ انقلاب ملی ایران است که رفتن روسری هاشون رو در آوردن، بالای هر پله و جایگاهی که تونستن ایستادن و به این شکل بودن آقا ما روسری و توسری نمیخواهیم، ما حجاب اجباری نمیخواهیم. میبینید یک گردآفریدی مثل خانوم حسینی که الان تو زندان قرچک بردنش، بهش گفتن تو فقط بگو من پشیمونم، دیگه از این کارا نمیکنم، ما ولت میکنیم برو. میگه نه، من آگاهانه حرکت کردم، من میدونستم زندان داره این کار من، میدونستم که شما ممکنه بیش از 2 ماه هم به من زندان بدین، 10 سال زندان بدین، بکشین از تو من رو، ولی من به عنوان یک انسان این رو برای خودم حقم میدونم که لباسم رو خودم انتخاب کنم، نوع زندگیم رو خودم انتخاب کنم، به شما چه ربطی داره که من چی سرم بکنم یا نکنم. و این دلاور شجاع خانم حسینی که پس از ویدای موحد، یعنی کار ویدا رو تکمیل کرد، ویدا شروع کننده بود و بعد بالاخره با یه وثیقه مثل که 5 میلیون تومانی اومد بیرون، ولی به ایشون گفتن آقا ما 200 میلیون تام می‌کنیم 5 میلیون تومان. خانم نسرین ستوده که خودش یه وکیل شناخته شده زندان رفته و گرفتار هست، وکالت ایشون رو به عهده گرفته و رفته زندان قرچک و با ایشون صحبت کرده که دخترم بیا قبول کن مثلا که بی خودی حالا زندان نمونی، تو شجاعت خودتو نشون دادی و ایستادگیتو نشون دادی، دیگه چه فایده داره توی زندان ناجور بمونی. حالا جالب اینه زندان قرچک جاییه که آتنای دائمی و خانم گلرخ ایرایی هم اونجا هستن و حالا این ستا میشن ستا فنگدار، همدیگر رو تو زندان پیدا میکنن و در میان این همه گرفتاری میریم سه تا دست گل، حتما زنان و دختران زندانی عادی قرچک رو آموزش خواهند داد. از بین همون زنان و دختران زندانی قرچک، قهرمانان بعدی، رهبران اجتماعی بعدی مثل خود این زن دلاور، سه دختر دلاور پیدا خواهد شد. یعنی حکومت هر کاری کنه، اگر ما هر جایی که باشیم، چه سلول انفرادی چه اینجا مثلا پشت تلویزیون، بدونیم مبارزه یک سالی رو داریم پیش میبریم، هدفمون یک سانه و اون چیزی نیست جز انسان، انسان و انسانیت، عدالت، آزادی و از همه مهمتر کرامت انسان. وقتی به یه آدم زور بگن این لباس رو بپوش یا نپوش، کرامتش رو شکوندن. من واقعا خجالت میکشم از این زنانی که در آمریکا و اروپا هستن، خیلی زشته، اصلا خیلی زشته که
توی اروپا و آمریکا بدون روسری میچرخن، کاباره میان، مهمونی میرن، سر کار میرن، پرستار شدن، دکتر شدن، چون میدونم مهندس شدن، خبرنگارن و اینجا واسه خودشون دلی دلی میکنن و عشق دنیا رو میکنن. خیلیشون قدیمی هم هستن، 20 سال اومدن. بعضی هم جدید جز همین اصلاح طلبای حکومتی که ارسالی هن و صادراتی هن و اپوزیسیون تقلبی در برابر اپوزیسیون کارگری و واقعی ایران. بهرحال اینا اینجا سرلخ مینیجو تو مهمونی ها میبینی، بعد ببین چقدر حقیرن اینها. واقعا همین زن هم شوهراشون از اونا هم حقیرتر و بدبخترن که به خاطر یه منافعی مثلا تو ایران دارن، رو من نمیدونم منافع چی هست، یا مثلا به فامیل اونو ببینه، مادرمو ببینه، هر زشت. خب مادر تو با اسکایپ میبینی دیگه، با این ایمو، با این تلگرام، پیغام، عکس، فیلم، همه چیه لوس بازیه چیه. بعد به محض اینکه با هواپیما میرن نزدیک فرودگاه های داخل ایران میشن، روسری ها رو میکشن کلشون، آرایششون رو پاک میکنن، لباساشون رو عوض میکنن، یا چادر میپوشن یا مانتوهای بلند میپوشن و مثل حیوان، انسانی که زیر بار ظلم بره و یه روسری سرش کنه و یه مانتو بپوشه، در صورت یه ته دلش اینو نمیخواد، در خارج از ایران لخت میگردن اینا، بیکینی میپوشن لب ساحلات تو استخره ساختمونا، همشون در اروپا و آمریکا تقریبا همه مردم از یک زندگی متوسط بهره مندن و استخر رفتن و بار رفتن و مهمون دارن همه دارن. حالا مال یه سری لاکچری خیلی لوکس، مال یه سری معمولی. واقعا خاک بر سر این زنان و شوهرانی که به داخل ایران میرن، بیرون از ایران یه جور دیگر، ولی از مرز ایران که میخوان برن روسری سرشون میخورن، یعنی همون توسری رو میخورن. خاک بر سرشون. برای چی؟ برای چنگاز پول، برای دوتا آپارتمان، برای منافعی که بابا میمیریم مثل سگ، از سگ کمتر. این دازن تو قبرستون یا میسوزونن خاک سدن به باد. چرا خودتو کوچک میکنی واسه یه داخل رفتن اومدن مأمور اینا بشی، آدم فروش اینا بشی؟ بعد یه آدمی مثل من که حرف حق میزنن رو تهدید میکنن، جیمیل میفرستن، میکشیم، زبون تو آلبوم در میاریم، مادرتو میکشیم، داداشاتو میکشیم، تو ایرانن نمز... حتی فامیل خانم هم رو تهدید میکنه که اینا رو میکشیم، بکشیم، آخر زندگی مردنه اگه از مرگ ما میترسیم. تو سندیکا من یه بار اینا رو گفتم، من 300 گل سرخ و یک گل نصرانی شاید 500-600 کارگر بودن. من اینو خطاب به سرهنگ زمانی معاون امنیتی تیمسار طلایی که بعد رفت تو شورای شهری عالم قارت هم اونجا کرد، اون موقع رئیس پلیس تهران بود، که این زمانی رو تلفن به من زد، خواهش کرد رابطه بیاد تو جلسه سندیکاتون بشینه ببینه شما چی میگی، اون بیاد بشینه با خورده بره. ولی وقتی اومد شروع کرد کارگرها رو تهدید کردن، همون سرهنگ زمانی حرف یه حرف دیگه میاره، بلکه من رب داره بینره، همش مبارزه با استبداد و درگیر شدن با حکومت هست و ظلم. یعنی این که من میگم کرامت، خودم همیشه کرامتم رو حفظ کردم، هرگز من زیر بار اینا نرفتم. زن و بچه هم اسیر کارهای من شدن، ولی ته دلشون راضی هم میدونم با یه آدم زندگی کردن زیر بار هیچ قانونی زوری ظلمی نرفته. من اونجا تو سندیکا، خیابون سپه، کوچه خیام، نزدیک فروشگاه اتکاس، این دفتر سندیکای کارگران خباز یا نانوای تهران که به ما داده بودن اینجا رو، و ما هفته دو تا جلسه کارگری داشتیم، یکی برای آموزش‌های سندیکایی، یکی هم برای کنفرانس‌های هفتگی که مسائل روزمره کارگرها رو جمعه‌ها بررسی می‌کردیم، دوشنبه هم به اصطلاح برای کلاس آموزشی مثل اساسنامه و قانون کار و قانون تامین اجتماعی و قانون به اصطلاح اساسی و مقابله نامه‌های بین‌المللی و قوانین بین‌المللی اینا درس می‌دادیم. و بعد اون روز خیلی روز شلوغی بود، جمعه بود، 500-600 نفر توی جای تنگ ما اومده بودن، تو راپلان پر بود و این زمانی قلدری کرد، سرهنگ زمانی، و بعد هم خیلی میخواست به من صدمه بزنه، دوستانم شاهدن در مترو هفته تیر یکی دیگرش میشومد و تهدید کرد که آره شما اینجا میاد غیر قانونی و گولی افراد رو نخورین و شما رو عراب بدن میکنن. و خب کارگرام هم موقعی که سندیکا آمده بودن مزایایی گرفته بودن، چون
اتحاد پیدا کرده و 7-8 هزار نفر با هم می اومدن حق خواهی میکردن. خیلی از قراردادهای دست جمعی رو که کارفرما نمیداد، سندیکا در همون چند ماه فعالیت علنی تونست زنده کنه و حداقل به کارگرها بگه که اینا حقوق شماست، باطل هم نشده، باید دادخواهی بکنین و این حقوق پس بگیرید. و خوشبختانه کارگرها تو سندیکا می اومدن هر روز رشد میکردن و قوی تر میشدن. این سرهنگ زمانی که اومد این تهدیدها رو به کارگرها کرد، چند تا از کارگرها میخواستن بهش حمله کنن، کتکش بزنن، که من گرفتم گفتم به هیچ وجه، اصلا اینا دنبال این بهونه هستن. سرهنگ زمانی دو سه تا سرهنگ و سربرد و ستوانم دنبالشون بود. حرفاش که تموم شد گفتم ببین آقای طلایی که رئیس پلیس تهرانه به من تلفنی صحبت کردیم، گفتش که شما بیای اینجا بشینی گوش کنی ما چی میگیم. نگفت شما بیای اینجا سخنرانی کنی واسه کارگر رو قلدری بکنی. الانم 10 دقیقه حرف زدی دیگه بسته، بلنگورم لطف کنی بدید رو قلص تو. یکی از کارگر تمش کرد گرفت ازش، گفتم میدونه جواب تو میدیم، کارگر رو میخواد تیکه تیکت کنن. هم یعنی میبینی که ترس وجود تو گرفته، من به اینا میگم میخورن خونتو میخورن، چون میدونن شماها خون این کارگرا رو یه عمر تو شیشه کردین برای بالاسریاتون، واسه یه ویلای قرازه مثلا به توی سرهنگ بدن تو فلانجا، حق مردمی که زمین کشاورزیشون گرفتن ویلا درست کردن، تو مثلا با زن و بچه بری اونجا زمین قصبی اگه مسلمان باشی، من که نیستم. اون وقت تو میخوای اینجا ما رو بترسونی؟ گوش کن یه چیزی میگم، اینا صحنه من هست، سرهنگ زمانی و صدها کارگر سندیکایی و چند نفرم افسرهای عالی رتبه همراهش. بهش گفتم 300 گل سرخ و یک گل نصرانی، ما را ز سر بریده میترسانی، گر ما ز سر بریده میترسیدیم در مجلس عاشقان کارگران نشونه شدم اینجوری، در مجلس عاشقان نمیرقصیدیم. جناب سرهنگ زمانی رفوزه شدی، طاقت نیمودی بشینی و گوش کنی. از این لحظه بعد اینجا به تنش کشیده میشه با بودن شما و مزخرفاتی که گفتی. به کارگر گفتم راه واکن اینا برن بیرون. یعنی کارگرا تقریبا یخی اینا گرفته بودن، تقریبا اینجوری که هول بودن برن. عمرشون اینا تو جمهوری اسلامی نیده بودن، کارگر از یه جایی بندازشون بیرون. سرهنگ اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی. چرا اینو تعریف کردم؟ چون به مقاومت و کرامت کشیده شد، به مقاومت و کرامت نرگس حسینی که الان وایساده روی روسری و حکومت رو محکوم میکنه و یه قهرمان جهانی شده، عفو بین الملل، امنیستی اینترنشنال براش نامه میدن. در مقابل این آدمهای منفعت طلب، حقیر، بیکرامت، یعنی هر کسی یه کاری دوست نداره بکنه به زور گردنش میذاره، کرامت نداره، اصلا انسان دیگه نیست، چون رفته زیر بار زور. وقتی رفتی زیر بار زور دیگه آدم نیستی. اینو سقراط هم میگه، سقراط جام شوکران رو میکشه بالا تا دروغ نگه، تا انسانیتش رو حفظ کنه، خودش رو حفظ کنه. و این چنین است که حکومتی یعنی پایدار میشه، که مردمی و متاسفانه قسمت بیشتر مردم پولدار، اینا که از آمریکا و اروپا و استرالیا و اینور اومد پولای دولتی اینجا رو میگیرن، میتونن کار کنن، کارم نمیکنن، سوشیال میرن میگیرن و خیلی کارهای دیگه، و این پول اینجا زیاد هم ارزش نداره. مثلا 2,000-3,000 دلار وقتی بیاریش تو ایران میشه دلار 4,000 تومانی، الان که دیگه 5,000 تومانی، یه دونه 100 دلاری میشه 500,000 تومان. و با اون پول تو ایران خونه بخرن، زمین بخرن، آپارتمان بخرن، بعد نوسازی کنن، بازسازی کنن، کوفت و زرمار کنن، بعدم از اون به دخترها و ناموس مردم فقیر شده ایران تجاوز کنن با پولی فلانی. این بچه های جوان دخترهایی که شدن آواره تو خیابون ایمونکی ها رو با ماشین های آخر مدلشون ببرن تو این ویلا میلا کنار رودخونه ها و کوه ها و دریا ها به حساب خودشون، اشغالی هم بکنن و این دختر و بچه بدبخت، حتی پسرهای جوان بیچاره که پدر مادرها دیگه نتونستن اینا رها شدن، حکومت مسئول همین جنایت هاست که این وضع درست کرده، به تن فروشی تن بدن برای که فقط 7 روز با این آدما باشن، یه غذایی بخورن، یه تفریح کرده باشن، پولم به خیلیشون نمیدن حتی. و عده‌ای رو هم که صادر میکنن، اون موقع من تو میدون افسری نعره زدم که زنامون و دخترامون رو نمیخوان ببریم به دبی، نمیخوان ببریم به کراچی و اسلام آباد. افسوس
مردم میهن ما بخش زیادیشون مخصوصا این طبقه متوسط نیمچه مرفعی که نوکر و جاسوس حکومت شده، خاک برو سرشون، برای که بتونن دوتا جنس خارج وارد کنن یا یه معدنی بهشون بدن، شنی، ماسه‌ای، پاسه‌ای این برو بکنن، یه آپارتمان سازی را بندازن، اون یکی میاد شرکت تولیدی صادرات واردات درست بکنه، باید خودشون بفروشن به هیچی. و از اون آرمان‌های بزرگ انسانی و ایستادگی در برابر ستمکاری و مقاومت در برابر ظلم تبدیل بشن به مهرهای جوجوی کوچولویی که بگه آقا ما میخوایم یک کاری بکنیم دیگه، بریم بیابونا آشغال جمع کنیم، بریم درخت بکنیم تو کوها تپا، آدم ها گوشتی دارن میمیرن، دود داره عمل خفه میکنه، خاک داره عمل خفه میکنه، همین تهران دیروز انقدر خاک اومده، یا چه به همه ایران الان دیگه شده، تالاب های اطراف تهران خوش شده، باد خاک میاد، همه سرطان دارن میگیرن. بعد اینا من نمیدونم دلشون به چی خوش، مثلا یه آپارتمان قرازه دارن یه چی، بعد بیا خارج از کشور تفریح لخت و پخت و همه جور میشن، مالزی میرن، دبی میرن، ترکیه میرن، چون میدونم آنتالیا میرن، بعد دوباره برمیگردن ایران، روسری توسری حکومتی ها دیگه، همشون هم این حکومتی، یعنی لازم نیست حتما کارت اطلاعات رو داشته باشی، لازم نیست حتما آدم بکشی، وقتی پا روی شرافت خودت میگذاری، وقتی اون چیزی که قبول نداری میری انجامش میدی، یه کرامت نداری، یه شهامت نداری، یه انسان نیستی. کاش ببینین این برنامه ها رو، کاش بشنوین این حرف های دل دردمند. خود شما ها هستید که به این حکومت قدرت دادید این بلا رو به سرتون داره میاره، همه جناهاش، همه یکی که حالا یه عزیزی برای من نمیشون به اینا نگو پوفیوز، آخه به جز پوفیوز چی میشه به اینا بگی؟ موندم من ایو واقعا، یعنی بعض وقتا از یک کلمه نمیشه غیر از اون به اینا بگی. آخه کسی خوشو به این روز به حکومت گره که باید ساقطش کنیم، اصلا تکلیف با اون روشنه، خامنه ای و بیتش و فرمانده سپاه و دزدای بازار و هیئت مؤتلفه و دلالا و این تکنوکرات های آشغالی که واسه مای 700 میلیون تومان، مای 1 میلیارد تومان، مای 200 میلیون تومان برای خودشون حقوقای کهکشانی و افسانه‌ای میزنن، بعد به کارگر بدبخت 6 ماه 6 ماه حقوقش عقب میفته، حقوقش رو نمیدن، تازه میفرستن شلاقش بزنن اگر اعتراض کنه، تازه دستگیرش میکنن، تازه کتکش میزنن، یا یه زنی یه مردی بیاد دادخواهی بکنه حرفشو بزنه دهنشو میبندن میندازن تو ماشین، و این کسایی که آگاهن همه اینا میدونن هیچ حرکتی نمیکنن. من ازشون میپرسم شما دنبال چی هستی؟ چند تا تو خونه رضا شهابی رفتین سر بزنین ببینین زن و بچهش زندگیش چجوری میگذره؟ چند تا تون به خونه آقای بهنام ابراهیم زاده رفتید ببینین نیما پسرش که سرطان گرفته به خاطر این همه فشاری که حکومت آورده به این خانواده به چه روزی افتاده؟ از کجا میارن بخورن این اخراج شده ها، این زندانی ها؟ 8 تا همکار من مثل حسن سعیدی، وحید فریدونی، ناصر محرمزاده، آقای حسین کریمی سبزوار، خانم دلاور سندیکالیست، نسرین شیری، اینا بیکارن، 8 سال اخراج کردن، حقوقشون رو نمیدن، سر کار بر نمیگردونن. چند تا شما مدعیان چپ و روشنفکری و ادا اصول رو که به امثال منی که با تمام وجود 24 ساعت 21 ساعت داریم تلاش میکنیم ایران رو چنگ این هیولا نجات بدیم سر زدید، رفتید ببینید کمک میخوان یا نه؟ 8 سال بیکارن، از کجا میارن بخورن؟ زندگیشون چجوری میگذره؟ مهدی فرایشاندی زمان زندانه، رفتید ببینید پسرش دخترش کمک میخوان نمیخوان؟ چرا 8 سال و نیمه تو زندان مهدی فرایشاندی؟ چرا بردنش به زندان فشاپویه، زندان دور، زندانی که 5 تا دروازه آهنی داره؟ چون دادخواهی کرده تو زندان، هم وایساده به قضای مزخرف زندان اعتراض کرده، زده کامپیوتر رئیس بند 10 انداخته زمین شکونده. چند تا تو رفتیم به اینا سر بزنیم؟ ما نمیگیم برید تظاهرات کنید، ما نمیگیم شماها که مفخور شدین و پولدار شدین و دومتون کلوف شده برین جلو زندان اوین وایسی، بریم به خونه های دایی سر بزنیم، یه دو تا کیسه برنجی بگید ببرید، یه دو تا چکی ببرید بهشون، میتونین داری؟ شما رو با حکومتی ها شریکی نمت و طرفدار حکومتی، عاشق روحانی شدین همت و روحانی جسمانی قاتل، آدم کش، کسی که به خمینی گفته امام، کسی که تمام ایران رو برباد داده،
توی قضیه انرژی هسته‌ای بدترین قراردادها رو بسته. کسی که در قضیه 78 دانشجویی دستور کشتار به بسیج داد. شما شدین دنبال رو اینا، چی میگی؟ و این تأسف هست بر کسانی که دوزه به شماها دل بستن، خیال میکنه شما هنوز جزء مردمی، نمیدونن شما شدین جزء همون 5% اقلیتی که چون پول و کامپیوتر و امکانات دارید بیشتر میتونید خودتون تو فضای مجازی یا توی تلویزیون بی بی سی و وایس آف آمریکایی که با حکومت هنوز طبق دوران اوباما دارن همکاری میکنن خودتون نشون بدید. ولی خودتون میدونید مگس هم دیگه نیستین شما. خود خامنه‌ایش مگس نیست دیگه. میبینی قیافش به چه روزی افتاده. همین الان همین 22 بهمن کارگرا نیومدن. دیدید که همه 22 بهمن خالی بود. اونجا تو کزاز یه شهریه ببخشید. حیف که اتاق فرمان نمیتونه نشونتون بده، خیلی جالبه. آخوند پشت بلنگوی کزاز گله میکنن مردم کزاز. خب اکثر مردم یا کشاورزن یا کارگرن تو مناطق و میگه ای خاک بر سر مردم کزاز که نیامدن راهپیمایی. نعمت خدا ازشون میره، خامنه ای نعمته فلانه، فحش میده به مردم که چرا تظاهرات نمیایید 22 بهمن. یعنی اینقدر رسوایی شده و مردم دیگه نمیرن، مردم دیگه نمیرن آقا جان. و این وضع این حکومت هست. و یه گوشه هم بزنم به این رفراندومی که دوستای خودم، خیلی هاشون دوستای شخصی من از این 15 نفری که امضا کردن، به 3 نکته رو طرح میکنم و دلم میخواد بیان به من جواب بدن. براشون هم نامه‌های خصوصی ایمیل و پیام‌های خصوصی اینترنتی خواهم فرستاد که وارد گفتگو با خودم اینها رو بکنم شخصا، بدون هیچ وابستگی سیاسی، چه به جنبش همبستگی، چه به عیاران معیشت و چه به شورای دموکراسی خواهان. شخصا با اون دو تا دوست مثلا از خود حشمت تبرزدی بپرسم شما فکر میکنید که حکومت به کل تن نمیدهد به این رفراندومی که توسط نهادهای حقوق بشری شکل بگیره که آیا جمهوری اسلامی باشه یا نباشه؟ اولا که مردم تو خیابان‌ها نشونو گفتن و گفتن جمهوری اسلامی نمیخوایم، نمیخوایم اصلاح طلب اصولگرا، دیگه تموم ماجرا، بریم پی کارتون، مرگ بر خامنه ای، مرگ بر دیکتاتور. اینو شعار مردم بود. دوم، حالا شما بیایید و 1% حساب کنه این حکومت تن بده و در اون شرایط آخری که ما کارگرا داریم سرنگونش میکنیم بگه اوکی قبول میکنم این رفراندوم زیر نظر سازمان ملل رو. خب شما چه تضمینی دارید؟ چی دست شما هست که این نهادی که میخواد بیاد مثلا بنیاد کی بشه؟ راکفلر، بنیاد کارتر، بنیاد ریگان، همه اینا که نقش داشتن روی کار آوردن جمهوری اسلامی طرفدارشن، با هواپیما پول براش میفرستن امثال اوباماها که بنیادهای حقوق بشری هم درست کردن. آیا اینایی که خودشون حکومت جمهوری اسلامی اختراع کردن و برای ما درست کردن تو گوادالوپ تصمیم گرفتن و قبل از اونم تیم جان اف کندی که خمینی همون 42 نامه بهشون داده بود و گفته بود آقا من هات و پورت علکی میکنم بر علیه این قوانین نمیدونم آمریکایی و کاپیتولاسیون، من با آمریکا هم همیشه و خب شاه بندازم خودم به جاش بشینم، به شما هم 10 برابر شاه منفعت میدم که داد، هم جنگ را انداخت، اسلحه فروختن، هم نفت ایران رو برباد داد، هم نفت رو به زیر نمیدونم یه دلار مدت‌ها کشونده بود و هم تمام خاورمیانه رو به گند کشید، به جنگ کشید، الان سگ صاحبش رو نمیشناسه، دولت‌های مترقی مثل لیبی، سوریه، عراق داغون شدن، مردم آواره شدن، همه‌شون به دست جمهوری اسلامی و خمینی و کل این تیمی که همین به صورت گلوبالیست‌ها سازمانشون دادن و هزاران میلیارد تومان به جیب زدن و حتی تا شوروی رو به هم زدن با سودی که فروش اسلحه در جنگ ایران و عراق کردن، اون پول رو بردن خرج جنگ ستارگان کردن و شوروی چون پول نداشت جواب جنگ ستارگان رو میده مجبور شد کوتاه بیاد تو خیلی از مسائل در مقابل آقای ریگان و خلاصه تن داد به این تغییر بزرگی که تو شوروی اتفاق افتاد و تو شکمش روسیه دوباره اومد بیرون و چهارت جمهوری دیگه. اینقدر مهم بود و به سود به صلاح غربیات این انقلاب اسلامی خمینی. حالا همون تیمی که خمینی آورده هنوز هم داره ازش حمایت میکنه
ساپورتش میکنه، همون تیم هم میاد میشه اون هیئت رأی‌گیری از سازمان ملل و شما دستت خالیه چون خودت تسلیم شدی، هیچ چیز دست خودت نی دادی به این هیئته و این هیئت هم میاد اول 6 ماه یه سال طول میکشه که بخواد بیاد، یعنی 6 ماه یه سال این تظاهرات خیابونی، این انقلابی که در حال وقوع هست، این اعتصاب ها، این اعتراض ها، این درگیری کارگرها، این روحیه بالایی که اومده، همه اینا رو شما میخواین بکنید تو خونه. آقا اینا قبول کردن، علاوه قبول کردن دیگه نیازی نیست که ما تظاهرات کنیم، اعتصاب کنیم، اعتراض کنیم، مملکت رو بذاریم دست خود اینا بمونه تا اون هیئت بیاد. اینم یه فاز خطای دیگه است که باعث میشه توجه مردم دو طرفه بشه و به جای اینکه به جنبش‌هاشون، اعتراضاشون، اعتصاباشون ادامه بدن، دوباره منتظر بشن یه مثل خاتمی واسهشون درست کنن، یه روحانی براشون بیارن، یه دونه رفراندوم درست کنن و اون جنبش و جهشی که الان پرشور داره پیش میره رو در هم بشکنید. برای نمونه الان میگم شما آقا همین امروز کسبه پلاسکو اومدن اعتراض کردن، یارو داره شعار میده میگه مرگ بر اسرائیل، مردم میگه مرگ بر اسماعیل. تجمع گسترده سپرده‌گذاران رو داریم در رشت، در تهران، در مشهد، در کرمان، همینطور کارگری که گفتم تو شاهی اعتراض میکنه، اعتصاب کارگران شاهی رو داریم، تجمع کارگران و پیمانکاران رو در عسلویه داریم، در ماهشهر داریم، در رشت داریم، کارگرا فریادشون در همه جای ایران بلند شده، اعتراض دانشجویی داریم در دانشگاه مدنی تبریز که همین 23 شده تا الان ادامه داره. یعنی شما نگون همین امروز ما 20 تا اعتصاب اعتراض داریم با این پروژه رفراندوم، شما همه اینا میخواین بخوابونید، به سود کی میشه؟ و بعد حالا این رفراندوم قبول شد و اونا آمدن انجام دادن به نفع جمهوری اسلامی، آقا 60% جمهوری اسلامی رای دادن، 40% هم ندادن، پس این میمونه دیگه، شما کاری نمیتونید بکنید چون خودتون گفتین نهاد جهانی، اینم نهاد جهانی. بفرمایید دیگه چی میخوای بگی؟ بازی رو باختیم ما و هممون، چون خودمون داریم واگذار میکنیم قدرت خودمون رو به یه نهادی که نمیدونیم کی هست، چی هست و چی از توش بیرون خواهد اومد، با تکیه بر این که هرچند که ما اینو گفتیم جمهوری اسلامی اصلا نمیپذیره. اتفاقا چرا نپذیره؟ میذاره 6 ماه یه سال دو سال بگذره، تازه میگه آقا قبول دارم، دوباره بعد اونم 6 ماه یه سال دو سال علافی تا کدوم هیئت بیاد، آقا این توی هیئت نباشه، اون توی هیئت باشه، اینو قبول نداریم، اونو قبول داریم، یعنی 6-7 سال گذشت همینجوری. آیا دیگه چیزی باقی میمونه از ایرانی که همین الان هست؟ نه آب داره، نه نون داره، نه کار داره، نه زمینی که کشاورزی رها شده. شما خودت متوجه نیستی تو چه جای خطر؟ من با شما همراهی کردم، پیشنهاد اصلاحی بهتون دادم، روی آرم رفراندوم گفتم بین‌المللیشو بنویسید، باز بهتون گفتم که متن بذارید، صدای اون خانم کافی نیست و گذاشتید درود به شرفتون. ولی الان که بیشتر دارم تحقیق میکنم، با دوستان بیشتری صحبت میکنم، این مسئله اومده بیرون توش. و بعد از این وقتی حکومت بپذیره مثل نلسون ماندلا میشه دولت آپارتاید، میگه آقا ما یه سازشی با هم میکنیم بین دولت ایران و مردم ایران با این هیئت بین‌المللی، اینا رو ببخشین همشون کامل، هرچی پول دزدیدن خوردن بردن تو جیبشون بمونه، تو شرکتاشون مال خودشون، ساختمان اموالشون مال خودشون، بعدم چون این قدرت ها رو دارن توی حکومت بعدی، هر دولت و حکومتی هم که تو بیاری باز بازی دست ایناست. مثل همین سفیدپوستای آپارتاید که ظاهرا تو حکومت نیستن ولی تمام معادن الماس و طلا و چرخه نفت و تجارت و باراندازا و اسکلات و کماکان دستشونه. 34 تا کارگر آفریقای جنوبی توی معدن می‌بندن به گلوله می‌کشن، در جایی که دولتش دولت سیاه‌پوستا هم هست. و همین دلیل خیلی خطرناک این پروژه‌ای که شما رفتید دنبالش به عنوان رفراندوم، من میدونم با چه صداقتی ولی خامدستی میکنین. ما بیرون از کشور اطلاعاتمون از شما بیشتره، منابع اطلاعاتیمون بیشتره و فریب نمیخوریم که دو تا سه تا حقوقدان که دوستای عزیز منن، مثل خانم شیرین عبادی، نسیم ستوده، سیفزاده که از وکیل برادر من تو زندان بود و دکتر سیفزاده برای افشین دفاعی تجدید نظرشون تو زندان اوین نوشته، این رابطه من قد نخشمت که هم زندانی هم بند من بوده، ولی این اشتباه بزرگ دارید میکنید. من وظیفه من شما خواهش کنم بید جواب این حرفای منو بدید. اگر این رفراندوم حکومت نپذیرد، اوکی، ما این درگیری رو ادامه خواهیم داد و عملا در نهادهای بین‌المللی و داخلی رسوا میشه و ما میتونیم قیام ها رو گسترش بدیم. اما 1% هم بذارید که اگر پذیرفت اینایی که من میگم میشه یا نمیشه. یعنی حکومت قصر در میره، محاکمه نمیشه،
تمام اموالی که همشون غارت کردن تو کشور غربی و اروپا و آمریکا و کانادا و استرالیا اینجا هست، همه دست خودشون میمونه و اینا من خدا میخوان این پول اینجا بمونه. با این پول شریک شدن، 2400 تا ویزا جان کری داد به ظریف، اینا به کی دادن؟ به بچهای همین حکومتی ها، به زنای همین حکومتی ها، همشون دو پاسپورتن، همشون دو ملیتی هن. شما دیده که حتی طرح دو ملیتی بودن دولتی و حکومتی ها آوردن تو مجلس، خودشون وتو کردن چون که دیدن همشون دو ملیتی هن. یعنی 100 نفر که اسمشون هم بیرون اومد، خود لاریجانی ها اولیش هم کانادایی هن هم انگلیسی، خود مصطفی خامنه‌ای که الان مالزیه، مشتبه خامنه‌ای الان تو مسکوه، دو تا داداش کوچیکای همین لاریجانی ها تو آلمان هن. حداد عادل اصل پول خانواده‌اش تو ترکیه گذاشته، یه شبکه هم توی آلمان درست کرده، همه اونجا هم. میخوان لیست بهتون بدم وقت نمیشه. سپاهی هم همینجور، دختر آقای روحانی که دیگه عکس و فیلمش اومده، 6 میلیون دلار یه کشتی تفریحی بچه 24 ساله داره به عنوان دلال عتیقه جات ایران. هرچی تو ایران عتیقه جات میدوزن میارن اینا دلالی میکنن میفروشن کاسبی میکنن. معلومه که اروپا و آمریکا نمیخوان این همه پولی که اینا دزدیدن آوردن اینجا از اینجا خارجه برگرده ایران. یه دلیل ای واضح‌تر این همه سود داره واسه شون که این بازی رو بکنن. اون وقت ما بریم زیر بار همچی چیزی؟ من دیگه آخر برنامه است. امیدوارم حرفای من و دوستانم حشمت تبرزدی، نسرین ستوده، شیرین عبادی، آقای محمد سیفزاده، آقای نوریزاد و بقیه یاران شنیده باشن، ببینن این برنامه تلویزیونی رو و مسئولانه بیان با همدیگه گفتگو بکنیم. ما هیچ بیانیه بر علیه هیچ کس صادر نمی کنیم. این یه رأی شما دارید میرید. همیشه من با شما بودم توی صندوق رأی آزاد، توی اتحاد دموکراسی خواهان، توی همه اتحاد شورای صلح، توی کمپین نه به اعدام و لگام، همیشه هفتمین هشتمین نفر اسم من بوده. تو خود جنبش همبستگی برای حقوق بشر و دموکراسی امضای من پنجمین امضاست. یعنی من همه جا با شما بودم و الان واقعا چون بیرون از کشور من اطلاعات وسیع تری از شما دارم، ترس این رو دارم که آبروی شما و آبروی مملکت و آینده‌ای که این همه انسان دارن کشته شدن از دیمات و زیر شکنجه تو زندان و جوان ها و ارتشی ها که الان دارن اومدن به ما پیوستن و ما میتونیم این حکومت رو سرنگون بکنیم، انحراف ندید مردم رو، بیایید با ما صحبت کنید، یا ما شما رو قانع کنیم یا شما ما رو قانع کنید. امیدوارم این صدا شنیده بشه، این احساس مسئولیت دیده بشه، بیاین باب گفتگو رو بگشایید. کارگران، زحمتکشان، معلمان، دانشجویان، زنان و شیر دختران ایران که من پشت سر شما گام برمی‌دارم و انقلاب زنانه ملی ایران رو شما زنها و دخترها در زندان‌های قرچک، اوین، مثل هاجر پیری تبریز، مثل زینب جلالیان خوی دارین رهبری می‌کنین، من پشت پرچم شما زنان انقلابی میام و برای سرنگونی این حکومت و استقرار نظام دموکراتیک آماده و جونم هم بگذارم. همینجا من رو شاسد دارم تعدید میکنم، جیمیلاشو فرستادم برای FBI و پرونده دست FBI هست، همه میتونن ببینن. جیمیلاشو من روی سایت خبرگرم منتشر کردم، ولی ترس نداریم. همونی که به آقای زمانی گفتم، 300 گل سرخ و یک گل نصرانی، ما راز سر بریده میترسانی، گر ما راز سر بریده میترسیدیم، در مجلس عاشقان نمیرقصیدیم. اتحاد، مبارزه، پیروزی. بدرو